خطرناکترین مردان روی زمین، خطرناکترین فایترها، این سیاه پوستی که میبینید کسی نیست جز آنتونی جانسون، یکی از پرقدرت‌ترین ها. ببینید چجوری با های کیک ناکاوت میکنه حریفش رو. بعد بگیم خدا بیامرز آنتونی جانسون با این بدن، با این قدرت. ولی حیف الان زیر خاکه. همین چند سال پیش جون خودش از دست داد. در مقابل گلوور تژر رو ببینید چه میکنه. انقدر پرقدرت این آنتونی جانسون، کسی نمیتونه جلوش. وایس آپرکات رو نگاه، نقطه‌ای میزنه و تموم میکنه کاره. گلوور تژر رو مربی الکس فرراس اصلا نمیتونه سر جاش وایسه. خیلی پرقدرتی آنتونی جانسون. تو پلی استیشن هم برش دارین، تو ایستاده همه رو میزنه. دو تا مشت میزنی حریف میفته. انقدر پرقدرت بودی. خدا رحمتش کنه. بسیار پرقدرت، یکی از خطرناکای یو اف سی. نقطه‌ای ببین، نگاه میکنه، آپرکات رو ببین. ببین نقطه‌ای. گلوور تژرا رو تمام کرد. تژرا داره زیرگیری از داور میکنه. ببین مغز کجاست. چجوری ضربه زد که تکون خورده. بعد این ضربات رفت زیرگیری از داور کرد. براون. این هم خیلی وحشتناک مد براون. در مقابل دیگو سانچز. دیگو سانچز خودش یه وحشی بود برای خودش. پا رو میگیره. آرنج رو ببین. بوم. محکم میخوابونه رو کله و نشون میده نمونه کار رو. نمونه کار رو نشون میده. نگاه کن ورق کرد تو زمین دیگو سانچز رو. با دست چپ نگرش داشت با راست یه دونه خوابون تو سرش. یکی از وحشتناک‌ترین ها. واقعا وحشتناکه. در مقابل مایک کویک سویچ قرار گرفته که من ایشونو از نزدیک دیدم تو تایلند. صاحب AKA تایلنده. ولی ببین چجوری مایک کویک سویچ رو هم ناکات میکنه. بسیار خطرناک و پرقدرت بود براون. مایک کویک سویچ رو ناکاوت کرد. با ما همراه باشید جلوتر ببینید کیا رو بهتون نشون میدم، کسایی که خیلی دوستش دارین و جدیده. باز مبارزه دیگه از براون. حریفش برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه. یه زانو. نگاه کنید قدرت ضربه زدنش رو ببینید. با یه اوورهند نقطه‌ای حریفش رو در جا برقاش رو خاموش میکنه. بیپ تمام. براون یکی از پرقدرت ها بود و واقعا خطرناک بود در UFC. بریم لابی راور با شورت سرمه ای. یکی از خطرناک ترین ها که وقتی کتک هم میخورد بد میزد. و ببینید چجوری حریفاشو ناکاوت میکرد. رابی لاور یکی از سوپر استارهای قدیم UFC. ببینید شما وقتی که دفاع میخوای بکنی اگه به سمت پا بری ضربه 10 برابر میشه. هم پا داره میاد به سمتت، هم کله داره میره به سمت، شاخ به شاخ. اینجور ناکاوت ها بد ناکاوت هاییه. قدرت 2 برابر انتقال پیدا میکنه و وحشتناک. مبارزه دیگه شو ناکنی. همه فکر کردن داره میخوره اینجا. یوهو برگشت سربش رو زد. رابی لاور واقعا وحشی بود. تنهای وحشی لابی لاور اینجا. همه فکر کردن داره اون میخوره کتک. یه دونه میت سیکشن هم خورد. بعد مگه دیگه ول کرد تریف و این ضربه رو که خود دست راستش ناکنید. بوم. همین کار رو تموم کرد. رفت سراغش بالا سرش. بوم. دو تا ضربه دیگه و داور رو نگاه کنید که مجبور میشه پشتک ملق بزنه تا رابی لاور رو جدا بکنه. مبارزه بعدیش با مکدونالد. آقا این عجب فایتی بود. یکی از خونین ترین فایت های UFC که البته خونین تر از این هم هست جلوتر بهتون نشون میدیم. با این ضربه که زد به مکدونالد دیگه مکدونالد گفت من نمیتونم ادامه بدم. ولی روی مکدونالد واقعا این فایت خفن بود. جفتشون تیکه پاره شده بودن و مثل مرد وایستادن و جنگیدن. واقعا جنگیدن و لابی روور نشون داد که خطرناک ترین میتونه باشه. همچنان با این ضربه مستقیم نگاه کنید خونیه که فواره میزنه. بریم فرانک میر. نه مارک هانت در مقابل فرانک میر. نگاه کنید جفتشون رو حفظ کنید. مارک هانت یه دونه ضربه میزنه به کله فرانک میر و این جز کسایی بود مارک هانت که وقتی ضربه میزد میدونست طرف ناکاوت شده. قبل از اینکه داور تموم کنه خودش میرفت. ببین چه ضربه رو زده ناکن میزنه تاقی اوورهند برای کله میره. میدونه تمومه. اینجا با استفن استروب بلندقدترین فایتر تاریخ UFC داره فایت میکنه. خیلی سخت با بلندقد فایت کردن و میدونست چجوری ضربه بزنه. ضرباتش مثل پتک میمونه. استفن استروب نگاه نکنین قیافه سوسولیه. خیلی فایتر خوبی بود ولی اینجا درو میکنتش مارک هانت. مارک هانت هم یکی از خطرناکترین ها بود. امیر علی اکبری هم باش تمرین کرده میگه هر ضربهش مثل پتک میمونه. واقعا هم هست. خیلی ها رو ناکاوت کرده اینجوری مارک هانت. با ضرباتی که میزد پرقدرت. با فدور هم فایت کرده. واقعا قدیمی هاست. پرچمدار.
پر رو اما مادر آپرکاتو دیدی چجوری رفت که شلوار مارکانتو میخواست در بیاره، شلوارمو در میاری آپرکاتو بخور. ببین جانتو دیدی آپرکاتو زد رفت، میدونه این ضربه رو بزنه ناکام، میدونه چه موقع گرفته، بوم چه گرفت رفت. خدا نگهدار داور جون، بیا خودت جمعش کن. خیلی جالب این کاراش. یکی دیگه از وحشی ترین و خطرناک ترین ها، وندرلی سیلوا، همین که داره حمله میکنه الان سمت چپه. چپ راستایی که میزد بی‌نظیر بود، واقعا وحشتناک چپ راست میزد، هوک چپ و راست رو سرعتی میزد. تو ژاپن هم این کارا رو میکرد، قهرمان شده بود برای جلوی گربه‌سیای کوئنتن رمپ جکسون تو ژاپن بود، خیلی ها رو اذیت میکرد با این. همین تکنیکش این بود، هوک چپ و راست فرفره میرفت جلو میزد بدون اینکه دفاع بکنه و همه رو ناک‌اوت میکرد. چقدر زیبا بود فایتای قدیم، خیلی قشنگتر از الان بود. با هم ببینید کلی دیگر الان میخوام بهتون نشون بدیم، یکی از خطرناک‌ترین مستندش هم ساختیم، تنهای وحشی وندل سیلوا. اینجا هم با یه فایتر دیگه داره فایت میکنه، این فایتری که در مقابلش قرار گرفته خودش آکروباتیک بود، خیلی قشنگ فایت میکرد، ولی نگاه کنید جلوی دستان پرقدرت وندل سیلوا هیچ کاری برای گفتن نداره. و نگاه کنید چجوری سر و گردن از آن خود کرده و زانو میزنه تو کلش، سر و صورت رو آورده پایین. یه زانو دیگه نیم خوب میزد بچه‌ها، موتای کلینچ میکرد، زانو به کله وحشتناک میزد. حتما ببینید مستند وندل سیلوا رو، گذاشتیم در همین کانالا، خیلی رفته پایین ولی بی نظیره. تنهای وحشی اسمشو گذاشتیم، یه همچین چیزی وحشی داره توش، بزنید میام. مبارزه بعدیش رو نگاه میکنید، وندل سیلوا با شورت قرمز، دیدید هوک چپ و چپ راست سرعتی میرفت میزد طرف، میآورد در خاک تموم میکرد. یکی از خطرناک ترینا. یه بارم امیر علی اکبری بعد جود پیشتری به پرادانش تو رایزین نگاه میکرد، چپ چپ بهش نگاه میکرد، این هم مونده بود چی بگه، مفت داداش فازت چیه، چی پیشکسوتی ما. اون صحنه‌ش هم جالبه. ویکتور بلفورد سمت چپ تصویر در مقابل دن هندرسون، چقدر هایکی که خفنی میزنه به دن هندرسونی که خودش هم ماشاءالله خیلی لاتیش بور بود. دن هندرسون خیلی خوب بود ولی کار دن هندرسون همون میکنه. باز همون صحنه که بهتون گفتم، کله اومد به سمت پا، کله به سمت پا بیاد شاخ تو شاخ، بعد جو ضربه میخوره. همین اتفاق اینجا هم میفته و ویکتور بلفورد که از قدیمی ترین، فکر کنم بیشترین کسی که تو بازه زمانی فایت کرده ویکتور بلفورد باشه، از یو اف سی 1 بود. ببین چجوری هندو رو میزنه، دن هندرسون رو میاره در خاک و تمومش میکنه. یکی از خطرناک ترین ها. ببینید بر مبارزه بعدی هم های کیک میزنه، حریف رو میاره در خاک، ضربات پیاپی به سر و صورت و تموم میکنه کار رو. کسی که تو وزنهای مختلف هم فایت میکرد و ویکتور بلفورد، بدن تیکه پاره. و این های کیک رو دیدید، دفعه قبل به هندو زد، این دفعه هم اینجا زد. زیبا میزنه ضرباتش رو ویکتور بلفورد و یکی از خطرناک ترین فایترهای تاریخ یو اف سی میتونیم همین ویکتور بلفورد هم نام ببرید. سب کنید با ما همراه باشید، وحشتناک ترین نام هستش. چاک لیدر در مقابل خدا بیامرز کوین رندلمن. کوین رندلمن هم جون خودش از دست داد، اونم یه برنامه ازش ساختیم، کوین رندلمن همش تو خیابون تصادف میکرد و اینجا چاک لیدر تموم میکندش و داور رو میخواد بره بزنه کوین رندلمن که اعتقاد داره زود تموم کردی، ولی وقتی صحنه رو میبینی نه، اینجا داره ضربه که بهش میزنه دیگه گیجه و بیگ جان مکارتی داور قدیمی میاد مبارزه رو تموم میکنه با این ضربه که زد. چاک لیدر تو فرارا ضربه خوب میزد، تو فاصله حفظ کردن و دست بلندی داشت و ضرباتش رو میزد و حریف رو ناک‌اوت میکرد با دست، خیلی با دست خوب ضربه میزد، نقطه‌ای فاصله رو حفظ میکرد، نقطه‌ای ضربه میزد. با هم ببینید ناکنه تو دست حریف ضربه رو میزنه و جلوتر از دست اون نقطه‌ای میخوابونه. ببین اینجا یه دونه خوابون، اینجا یه دونه دیگه خوابون، نقطه‌ای ضربه میزد با فاصله حفظ کردن، وای میستاد در برگشت ضربه میزد، همیشه رو به عقب ضربه میزد. دوباره مبارزه بعدیش با رندی کاتور، با یکی از بهترین‌ها داره فایت میکنه، رندی کاتور رو هم همینجوری میزنه، تو فرار کردن، تو عقب رفتن، تو برگشت، واه یکی چاک لیدر رو بگیره من خوشحال بود. میبینی تو فرارا ضربه خوب میزد، یکی از خطرناک‌ترین‌ها همین چاک لیدر هست. البته تو همین برنامه میبینیم که خطرناک‌ها توسط خطرناک‌های دیگه هم خوردن. شوگان روا، وای 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 وای، شوگان روا هم پادشاهی میکرد واسه خودش تو لایت هیوی ویت، واقعا خطرناک بود، واقعا پرقدرت بود. ببینید چه جوری حرفش میزنه، ناک‌اوت میکنه، برق از سفاز میپره، ولی یه نفر اومده پادشاهیش پایان داد، اونم جان جونز بود. جونز کاری باش کرد که اصلا دیگه خداحافظی کرد، اینقدر بد جوزلش. ولی شوگان روا
هم جوجیتسوش خوب بود، هم سوار داستان بود. اینجا در مقابل همون چاک لیدلی که بهتون گفتیم دیدی خطرناک خطرناک خورد و مثل چکش پتک میزنه به سر و صورتش و ماریو یاماساکی داور قدیمی یو اف سی میاد جداشون میکنه. چه اسمی داشت؟ ماریو یاماساکی. ببینید چه جوری میزنه ضربه رو، دقیقا با قدرت بسیار زیاد ضربه رو نقطه‌ای میخوابونه به چاک لیدل رو تموم میکنه. خیلی خطرناک بود شوگان. اینجا اومد باز تو برگشت بزنه چاک لیدل رو، دیدی؟ ولی جلوتر شوگان رو آزد و تموم کرد کار چاک لیدل رو. موریسیو شوگان رو آ. و حالا رسیدیم به کین ولاسکز، سلطان کین ولاسکز. مستندش رو ساختیم، نگاه کنید چقدر قشنگ آپرکات اوور هد، آپرکات اوور هد و در خاک ضربات پیاپی. ببین چونه رو ببین، پق پق پق، یک دو سه چهار پنج و در خاک تموم میکنه کار نوگیرا رو. با هم ضربه رو زدن ولی برای نوگیرا نخورد، برای کین ولاسکز میخوره، با اون قدرتش ناکاوت میکنه. نوگیرا اصلا ناکاوت نمیشد. ببین چی زد بهش که ناکاوت شد. بریم خونین ترین مبارزه رو ببینیم. همین کین ولاسکز در مقابل بیگ فوت سیلوا زمین رو میکنه مغازه قصابی، انگار گوسفند سر بریدن. ببینید چه کرده اینجا، سر و صورت رو ببین، فواره داره میزنه خون. اگه نمیتونی ببینی نبین، وحشتناک اینجا. و آرنج های پیاپی با همین آرنج زده بود صورتش رو پاره کرده بود. این بیگ فوت سیلوا دو برابر هیکل خود کین ولاسکز رو داره، ولی با کشتی خوب و مسلط بودن در خاک کاری باش کرد که دیگه نتونست ادامه بده. زمین رو نگاه کنید، زمین رو نگاه کنید، این زمین دیگه نماز نداره، تموم شد و رفت. چه کرد با کین ولاسکز، چه کرد کین ولاسکز با بیگ فوت سیلوا. اینجا آرنج زد پارش کرد، اول مبارزه پا رو گرفت آوردش در خاک و اینجا تمومش کرد. یه آرنجی زد بهش که اون آرنج وحشتناک بود که باعث شد پاره بشه سر و صورتش. کین ولاسکز پس یکی از خطرناک ترینا بود. بریم به کارلوس کاندل. اینو هر کی ببینه کارلوس فکر میکنه که مثلا حسابدار یه شرکتیه، مثلا استایلش نکنه، یه فلای نمیزنه و تمام میکنه تمام. کارلوس کاندید واقعا فایتر خوش استایل، کامبینیشن زن، یعنی مخلوط ضربه میزد با هم، خیلی زیبا فایت میکرد. پشتیپ مشتیپ هم بود، اصلا از پشتیپای نمیدونم پایین بوده جوادهای بالا، ولی خیلی قشنگ ضربه میزد و جز فایترهای بسیار خطرناک یو اف سی میتونیم نامش ببریم. کارلوس کاندید که اینجا میبینید در مقابل حریف قلدر خودش قرار گرفته. ببینید کامبینیشن زدنش چقدر زیباست، چقدر قشنگ کامبینیشن، پایین رو میزنه، شکم رو میزنه، بالا رو میزنه و حالا ببینید چه میکنه. کارلوس کاندید در مشت و مشتی که میشن جفتشون با هم مشت میزنن، ولی کارلوس کاندید بوم ضربش قوی تره و میندازتش. نگاه کنید دقیق با هم زدن، یعنی احتمال دبل ناکاوت شدن هست اینجا، یعنی دوتاشون با هم ناکاوت شدن. خیلی عجیب بود، حریفشو میاره در خاک و اونی که بیفته گیجم بیفته تو ام ام ای متاسفانه بر خدا بازی کنه. رسیدیم به سلطان جان جونز. جان جونز در مقابل لیونو ماچیدا گردن رو گرفته، فشار زیاد داره میاره گیوتین و خفش کرده تمام، بیهوش. گردن رو گرفت، فن گیوتین رو اجرا کرد به قهرمان سابق. چه می کرد جان جونز؟ هنوزم اسمش تو تاپاس. اینجا آنالیزش کرده بود که موقعی که ضربه زد همون موقع ضربه رو بزنه. آنالیزش هست با مربیش، ما برنامه‌اش رو گذاشتیم و میره گیوتین رو میگیره و تموم میکنه کار حریفش. در مقابل دانیل کورمیر اینجا قرار گرفته، گولش میزنه، فکر میکنه به پایین میخواد ضربه بزنه، یه دونه کیک میزنه، یه فتح پا میخواد بهش بندازه با فلای نی، تمام تعادل دانیل کورمیر رو به هم میرزه، میره سوار داستان میشه، ضربات پیاپی و تموم میکنه کار رو. جانی بون جونز ببینید اینجا فکر کرد به پایین میخواد بزنه، در صورتی که به بالا زد، بدنش رو سیخ نگه داشت انگار به پایین میخواست بزنه، ضربه رو میزنه به سر و همین برق از استفاضه دانیل کورمیر که یکی از سلاطینه رو میپرونه. اینجا هم نگاه کنید سکندریه که داره میخوره، فلاینگ نی و اینجا در خاک تمام قدرتش رو میاره، میزنه به سر و صورت دانیل کورمیر که ازش متنفر بود و پیروز مبارزه میشه جان جونز. یکی دیگه از خطرناک‌ترین ها الکس پررا، کسی که در راند اول تونست با این مشت چپی که زد تموم بکنه کار شان استریکلند و همه میگه سکوت رو حفظ کنید.
هنوزم که هنوزه همه رو داره میبره، قهرمان لایت هیوی ویت همکنی که داریم با هم صحبت میکنیم سال 2024 دست چپش هوکش همه رو میندازه، بوم این ضربه اگه بخوره واقعا دل و جرأت میخواد جلو این باز گذاشتن آقای شان استریکلند و تموم کرد کار رو. نگاه کنید بوم بگیره تمومه و تمام. مبارزای دیگرش هم نگاه کنید ببینید چجوری فراینی میزنه سر و کله رو میاره پایین، نقطه ای ضربه میزنه، جز اولین مبارزاتشه در UFC الکس پررا، قهرمان چند دوره کیک باکسینگ، قهرمان گلوری و همکنون قهرمان UFC، کولباری از افتخارات در مدتی کوتاه با این فلاینی شروع شد و با برد خلیل راوند 3 تموم شد. اندرسون سیلوا، سلطان اندرسون سیلوا، ببینید چقدر چغر بود، در خاک به سرعت بلند میشه، در مقابل ویکتور بلفورد قرار گرفته، دفاع میکنه، در برگشت ضربه میزنه، چقدر قشنگ با دست پایین دفاع میکنه و اینجا با این فرانک تموم کرد کار ویکتور بلفورد رو. ببینید چقدر زیبا اینجا وایساد نگاش کرد، یوهو ضربه رو زد زیر فک و ویکتور بلفورد آورد پایین. ویکتور بلفورد همون بود که در خطرناک ترین اسمش رو آوردیم و حالا اندرسون سیلوا که واقعا سلطان میدل ویت بود، بچه یکی از خطرناک ترین ها بود، بی نظیر بود، حیف شد اندرسون سیلوا، حیف شد، بی نظیر اینجا در مقابل فورس گریفن. ببینید چه میکنه فورس گریفن که اصلا به قرآن من فکر کنم بیچاره است، یعنی یه کاری کرد که اصلا دیگه پوش نمیشه تو محل راه بره، یه دونه ضربه فورس گریفن نتونست بهش بزنه، میگه بزن منو، نمیتونست، همه رو جا خالی میداد، بونگ یه دونه ضربه بهش میزنه میآوردش در خاک و ضربات پیاپی میزد به سر و صورتش. نگاه کنید نقطه ای همینطوری دفاع پایین، دست پایین، اصلا انگار با بچه داره فایت میکنه، یه نقطه ای زد بهش تمام، اصلا نرفت سمتش، باورتون میشه؟ ببین بونگ. اندرسون سیلوا عجیب غریب بود، آخرم از همین خورده که این دستاشو می آورد پایین، اگر این کارا رو نمی‌کرد واقعا بردنش کار آسونی نبود. یکی از بیشترین بردهای پشت سر هم هنوز در تاریخ UFC فکر کنم اندرسون سیلوا داره که پشت سر هم برد داشت، یعنی وقتی اندرسون سیلوا بازی داشت همه می‌دونستن برنده است. خب استفنز هم خیلی بچه و وحشی بود، اینم وحشی بود، همراه باشید با ما آدمای وحشی ترم به نام میاد. ببین چجوری پرواز میکنه رو هوا، پرواز میکنه، ببین سوپرمن پانچ واقعی به نظرم اسمش بعد رو این میبود، نگاه کن رو هوا پرواز کرد با مشت خوابون تو صورت حریفش، اینجا حریفش که میاد پرواز رو ناکنی ضربه رو میخوابونه به صورت حریف. استفنز یکی از وحشی ترین ها، یکی از خطرناک ترین ها بود. مبارزه بعدیش هم نگاه میکنی ناکاوت آرتیست خیلی خفنی بود، دفاع میکنه، ببینید صورت حریف رو داره نگاه میکنه، بوم یا آپرکات وحشتناک میزنه و تموم میکنه کار حریف. آپرکات رو ببین، دختر رو بگیر، بوم چقدر استیفنز وحشتناک میزد، با دامنه وحشتناک ضرباتش رو میزد، دقیقا از لای گارد میزنه با یه آپرکات وحشتناک و تموم میکنه کار حریفش رو. این هم یکی از خطرناکترین فایترها بود. کوکتلی جمع کردیم امروز براتون، اگر خوشتون اومده تا الان لطفا ما رو لایک کنید دوستان عزیزم. برسیم به فرانک میر، ببینید چه میکنه اینجا با مرکو کروکوب. مرکو کروکوب میکنه یه زانو تو صورت تمام، آورد تو زمین، هم چند تا دیگه بهش ضربه زد. مرکو کروکوبی که دیگه میشناسیدش، وحشتناک، امیر علی اکبری هم بعد جور شکست داده بود، قهرمان چند دوره کیک باکسینگ پراید با یه زانو، البته از یه وزن پایین‌تر هم مرکو اومده بود، اینجا فرانک میر وزنش بالاتر بود، همون میکنه در مقابل تاد دافی مشته وحشتناک میزد، اما در برگشت یه مشته محکم و خوابون به صورتش. کمربند مشکی برزیلیان جوجیتسو داشت فرانک میر، سلطان جوجیتسو بود، کسی که تونسته بود براک لزنر رو بعد جور شکست بده، پاشو گرفته بود داشت میشوند و اینجا تادافی رو ببین چجوری زد کردش یه داف عالی رو کف زمین. بریم مبارزه بعدی رو ببینیم، آلیستر اوورم قهرمان کیوان جونیور دو سانتوس رو چه میکنه با این ضربهش. واقعا آلیستر اوورم عجیبه، ایستاده عالی داشت، قدرت عالی داشت، زمانی که باید میبرد میباخت، زمانی که باید میباخت میبرد، این اصلا یه عجیبی بود. آلیستر اوورم در مقابل مارکانت، همون که بهتون نشون دادیم خود مارکانتی که گفتیم خطرناکه، مارکانت رو هم ناکاوت میکنه. این مارکانت کلش مثل آهن بوده، هیچ کس نمیتونست ناکاوتش کنه، با این زانو انداختش، براک لزنر رو هم اینجوری زد ترکون. آلیستر اوورم
اینم کلی برنامه ازش ساختیم تو همین کانال، برید ببینید سلطان کیوان نوشتیم اسم برنامه شو. چه برنامه ای بود، چه برنامه هایی داریم، بالای 2000 تا برنامه داریم. بریم رمپیج جکسون در مقابل وندل سیلوا، همون وحشیه که بهتون گفتم گربه سیاش بود تو ژاپن، اینجا تو آمریکا میارتش تو UFC شکستش میده. اومد چپ راستای معروفشو بزنه، دفاعاشو کرد، آنالیز کرده بود و در برگشت بوم ضربه رو میخوابونه به فک وندل سیلوا. با تنفر داره، حتی داورم داره جداش میکنه میزنه. رمپیج در مقابل چاک لیدر که باز بهتون گفته بودیم اونم یکی از خطرناک‌تریناست، و ببینید چاک لیدر رو هم میزنه، چاک لیدر رو هم کوینتن رمپیج جکسون میزنه. کی کوینتن رمپیج جکسون رو میزنه؟ جان جونز. وحشی بود برای خودش، ببینید چجوری تو برگشت میزنه، یکی از خطرناک‌ترینا، زنجیر مینداخت کردنش میومد. کوینتن رمپیج جکسون. داستین گیجی، گیجی هم نگاه کنید بسیار خطرناکه. چه کار، چه کار با بوریر، ببینید آیکیکو، ببینید مبارزات جدید براتون گذاشتیم، اینا جدیده، این هم جز خطرناکترین هست. واقعا گیجی خطرناکه، مبارزه کم میکنه ولی میکنه خوب فایت میکنه. با این که دفاع کرد ضربه رو انتقال داد نیرو رو به بوریر و تموم کرد کار بوریر. گیجی یکی از خطرناکترین های UFC، نگاه کنید جه لوکی که محکم میخوره در برگشت چقدر قشنگ هوک میزنه و درجا تموم میکنه حریفش رو. گیجی هم میاد توی لیست خطرناکترین مردهای ما. بریم سراغ خلیل راوند 3. دامنه ضرباتش رو فقط نگاه کنید، ضربش بگیره تمومه، آنالیز داره میکنه حریفش و حریفش داره نزدیک میشه، سرش رو میاره پای یه آپرکات، یه اوورهند، نمیتونه وایس اصلا سر جاش، دستش آورد بالا، میدونست تمومه، نگاه کنید یه آپرکات اینجا گیجه، یه اوورهند و حریف لق بزنه میارتش پایین. ببینید چه جوری ضربه رو نقطه‌ای میزنه، چه میکنه خلیل راوند 3. پرقدرت، یکی از قدرتمندترینای UFC، دامنه حرکاتش بسیار عالیه. با زانو اینجا حریفو ناک‌اوت کرد، همون اول که زانوش گرفت تموم شد، ناکن اینجا برق اینجا تموم شد، نمیدونه تموم شده، داور دیر میرسه، همین اولی همین تموم. یکی از پرقدرت‌ها خلیل راوند 3 که اومد مبارزه کرد با الکس پررا و الکس پررا تونست شکستش بده، ولی مردونه جنگید، خداییش مردونه جنگید جلوی الکس پررا. دوستان عزیزم اینم یه برنامه فوق ویژه از خطرناکترین مردان کره زمین که یکی از خفن‌ترین سازمان‌هاش UFCه براتون گذاشتیم. درخواست کرده بودیم برنامه جدید بذاریم، اینم برنامه جدید. اگر از برنامه خوشتون اومد لطفاً ما رو لایک کنید که این لایک خیلی به ما کمک میکنه. یه کلمه رمز میذاریم اونم خطرناکه، هر کی تا الان دیده برنامه رو یه خطرناک بنویسه، یه دنجرس به انگلیسی، یه علامت قلبی، یه چیزی بذارین که ما بدونیم تا اینجا برنامه رو دیدین و انرژی بسیار مثبتی به ما میدین. دوستان دستتون هم درد نکنه، ممنونم از اینکه ما رو دنبال میکنید. یه جاهایی من خب تون صدام عوض میشه، یه ذره لاتی صحبت میکنم، به خاطر اون لحظه است، نه اینکه ترویج خشونت بخواد باشه. به هر حال این یه ورزشیه که خیلی طرفدار داره و تکنیکای بسیار زیادی درش رد و بدل میشه. اگر اولین بار ما رو دنبال میکنی بهت حتما پیشنهاد میکنم مستند فایترها رو ببینی که ما در موردشون صحبت میکنیم، پادکست های فایترها، یا اگه میخواین با خانواده ببینین استاد قلابی ها رو ببینین که خب خنده دارم هست چه کارهایی میکنن. برنامه خیلی زیاد داریم دوستان، آخر برنامه هم برنامه دیگه بهتون پیشنهاد میشه، میتونین از اونا استفاده کنید. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، مرسی از اینکه تا الان همراه ما بودین، لایک یادتون نره، میریم برای برنامه بعدی، خدا نگهدار.